امروز من به خودم رسیدم، برای همین دارم از دوربین عادی استفاده میکنم، چون همیشه من تو ویدیوهام از تیک تاک استفاده میکنم که پوستم مثلا صاف کنه. اگه میبینید یکم قیافم فرق داره با همیشه، به خاطر اینه که This is my real face guys. امروز اومدم که راجع به 10 تا فکت ژاپن باهاتون صحبت کنم که ممکنه براتون جالب، عجیب یا چندش باشه. و اینکه توی این ویدیو من زیاد قرار نیست توی این ویدیو باشم، به خاطر اینکه میخوام این فکتایی که میگم و قشنگ با تصویر بهتون نشون بدم. رفتم عکس و فیلم گرفتم که بیشتر اونا رو ببینید تا منو. anyways بریم شروع کنیم با فکت شماره 1. سلام ندادن. در واقع توی ژاپن خیلی عادیه که به هم سلام ندن، مخصوصا پشت تلفن. وقتی کسی به کسی زنگ میزنه کارشونو مستقیم بدون سلام و احوالپرسی میگن. فکت شماره 2، ژاپنیا کلا زیاد به هم دست نمیزنن، یعنی حتی بین خانواده ها هم بغل کردن و روبوسی زیاد اتفاق نمیافته. برای مثال یک سال پیش که من برگشتم ژاپن با بزرگمو بعد از 14 سال دیدم، ولی اون منو بغل نکرد. دلیلش هم اینه که به خاطر احترام و تعارفی بودن زیاد ژاپنیا میترسن که بغل کنن و طرف مقابل معذب شه یا حس بدی بهش دست بده. برای همین اکثر وقتا به جای دست دادن یا روبوسی سعی میکنن اصلا فاصله بگیرن و اینطوری برای هم تعظیم کنن. فکت شماره 3، توی ژاپن به افراد ناتوان یا کمتوان خیلی اهمیت میدن و برای راحتیشون توی جامعه انرژی زیادی براشون گذاشته میشه. دکمه مخصوص این فرد که پایین تر توی آسانسورا نصب شده، مکانهای به خصوصی که توی اتوبوس‌ها و متروها و وسایل نقلیه عمومی دارن، داشتن پارکینگ‌های به خصوص با فضای بازتر از جمله چیزایی هستن که باعث میشه یک فرد کمتوان بتونه تو جامعه به راحتی مستقل باشه. همچنین توی ژاپن علاوه بر دستشوی زنونه و مردونه، اکثر جاها دستشوی مخصوص افراد سنبالا، کمتوان یا ناتوان وجود داره که به دلیل کشویی بودن در ورودی، پایین بودن سینک‌ها و داشتن دستگیرهای زیاد اطرافش باعث میشه که اون فرد بدون کمک کسی خودش کار خودش رو انجام بده. فکت شماره 4، اکثرتون میدونید که توی ژاپن هورد کشیدن غذا اصلا مشکلی نداره، اما احتمالاً نمیدونستید که فین کردن هم اوکیه. من به شخصه با هورد کشیدن میتونم کنار بیام، خودم هم انجامش میدم، ولی فین کردن توی رستوران و مکانهای عمومی That's just disgusting. فکت شماره 5، توی فرهنگ ژاپن وقتی یکی فوت میکنه استخوناشو با چاپستیک دست به دست میکنن و میریزن توی یه سری ظرفای مخصوص. برای همین موقع غذا خوردن جابجا کردن مواد غذایی از چاپستیک به یه چاپستیک دیگه زیاد کار درستی نیست و کسی این کارو سر سفره انجام نمیده. همچنین اونا چاپستیک خودشونو به صورت عمودی توی کاسه برنج فرو نمیکنن، چون اینم یکی از کارهاییه که توی مراسم ختم انجام میشه و اونا رو یاد چیزای ناراحت کننده میندازه و علاوه بر اون باور دارن که انجام این کار باعث بدشانسی میشه. پس حواستون باشه وقتی اومدید ژاپن موقع غذا خوردن این دوتا کار رو انجام ندید. فکت شماره 6، توی ژاپن برای حیوانات خونگی که فوت میشن قبرستون مخصوص وجود داره و مردم درست مثل یه انسان که براشون مراسم میگیرن، برای حیوانات خودشون هم مراسم میگیرن و هر چند وقت بار میان اینجا و ادای احترام میکنن. همونطور که توی تصویر میبینید هر حیوانی برای خودش سنگ قبر با عکس داره و صاحباشون میان براشون گل میذارن، شمع روشن میکنن و سالانه میان بهشون سر میزنن. فکت شماره 7، برعکس ایران که ملت تو تونل بوق عروسی میزنن، توی ژاپن کلا بوق زدن داخل شهر و محل سکونت کار درستی نیست و حتی خیلی جاها بوق زدن ممکنه باعث بشه که جریمه بشید. البته تو شهرهای بزرگتر و شلوغتر ممکنه بیشتر بوق بشنوید، اما جاهای خلوت زیاد ازش استفاده نمیکنن. فکت شماره 8، این فکت در واقع مثل یه قانون نانوشته میمونه توی ژاپن که خیلی برام جالبه که همه رعایت میکنن. اینم اونه که موقع استفاده از پله برقی اگر بخوان روش ثابت وایستن، مردم سمت چپ پله برقی صف وای میستن و راستو خالی میذارن برای افرادی که ترجیح میدن روی پله برقی راه برن یا عجله دارن و میخوان سریع ازش عبور کنن. اینطوری هم باعث میشه از حوادث روی پله برقی جلوگیری شه، هم کسی که عجله داره بدون موندن توی ترافیک راحت بتونه بره و بیاد. فکت شماره 9، این فکت مورد علاقه خودمه که راجع به استفاده کمتر از کیسه های پلاستیکیه. اینجا وقتی میری خرید اگر با خودت کیسه نداشته باشی، برای اینکه بهت کیسه بدن حتما باید پول بدی و این باعث میشه که اکثرا با خودشون کیسه پارچه‌ای شخصی داشته باشن. کیسه های پارچه‌ای اینجا انقدر متنوع توی رنگا و مدل ها و سایزهای مختلف هستن که اصلا آدم خوشش میاد که بخره. منم دارم توی مدل ها و سایزهای مختلفه. این اینطوریه که باز میشه یک عدد کیف یا ساک یا هرچی که صداش میکنید.
البته مغازه هایی هم هستن که کیسه رو مجانی بدن، ولی اکثرا پولیه و با اینکه پولش اونقدر نیست ولی بازم همه کیسه های چقدر گفتم کیسه ولی اب نداره کیسه های پارچه‌ای خودشون استفاده میکنن. فکت شماره 10 و آخرین فکت راجع به آشغالای ژاپنه. توی ژاپن موقع انداختن آشغال باید حواست باشه چی رو کجا میریز. اینجا اینطوریه که بعد آشغالای کاغذی، پلاستیکی، شیشه‌ای و آلومینیومی از هم دیگه جدا باشن و حتی توی خونه خودت هم حق نداری آشغالاتو با هم قاطی کنی. همچنین تو نمیتونی هر وقت دلت خواست هر آشغالی رو ببری بیرون و هر کدوم از آشغالا روز خودشونو دارن که اگر آشغال اشتباهی رو توی روز آشغال دیگه‌ای ببری شهرداری کیسه تو رو نمیبره. برای مثال توی منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم دومین و چهارمین سه‌شنبه ماه روز بردن آشغالای شیشه‌ای، بطری‌های فلزی و آلومینیومی و کلاً آشغالای نسوس است. اولین و سومین چهارشنبه ماه هم روز بردن آشغالای آتیش‌سا مثل کپسول گاز، باتری و بطری‌های پلاستیکی و کارتون‌های قابل بازیافت هستن. یه نکته راجع به بطری‌های پلاستیکی بگم که قبل از اینکه اونا رو بندازید دور حتما باید درش و پلاستیک دورش رو بکنید و باید به این شکل باشه. اگر این شکلی بندازینش دور شهرداری آشغال شما رو نمیبره. و در آخر دو روز از هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه روز بردن آشغالای معمولیه. اینجا هم براتون از سطل آشغال مختلف شهر خودم عکس گرفتم که بتونید قشنگ ببینید. ویدیو همینجا تموم میشه. مرسی که تا آخر نگاه کردید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه روز خوبی داشته باشید.